می فرمایم خداوند گفته اگر جوانی که موانع ازدواج سر راهش خیلی سنگینه، فشار ازدواج و شهوتم اونقدر بهش فشار میاره، قابل کنترل نیسته، هر دری میزنه بازم مانه. و خیلی از این موانع داماد شدن جوانا که به خاک و خون کشانده میشون، مانع اصلیشون پدر و مادر عروس و پدر و مادر داماده. پدر و مادر عروس میگن مهریه به اندازه تعداد سال تولد دخترم، سال 1387 1387 سکه بهار آزادی. کلاس دیگه. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند هرچی اسباب ازدواج کمتر، آسانتر، میسرتر بگیرید، هرچی مخارج زن و عروس کمتر باشه، مهریش کمتر باشه، اون زن با برکت تره، مملو از برکته. و هرچی مسائل مادی و اسراف و تو عروسی و ولخرجی بالاتر ببرید، آمار برکت رو میاری پایین تو زندگی خودت و نوهات و اولادت. یا باید حرف خدا و رسول خدا گوش بدیم، دنبال برکت ازدواج باشیم. یکی از برکت های ازدواج عفته. امروز تو جشن عروسی که جشن عفتی بی عفتیه، چشترانی و کسافت بازیست، مردم جمع میکنن به جایی که خودش تنها نظر به ناموس خودش داشته باشه، مردم جمع میکنن که اونجا نظر به ناموس مردم داشته باشن. چه بی عفتی از این بالاتر؟ بحث گدایی نیست. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند شما نمیدونید برکت غذا تو کدوم قسمت بشقابه، حتی دانه های آخر هم بگیرید، اگر افتاد رو سفره هم جمع کنید، تو چربی ته بشقاب هم بلیسید، چون برکت غذا فخشه. نه این که پیامبر گدا و گشنه است چیزی به چشم ندیده، ارزش به نعمت خداست، احترام به نعمت خدا. آدم یه روزی گیر میفته، اونایی که سفر دریا میرن قایق، تکه نون خشک، اون گوشه نون خشک هم تو دریا نمیندازن، چون احتمال داره موتور خراب بشه. بعضی موقع گیر میکنن، محتاج همون نون خوش میشن، دو سه روز میخورن. قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار شده. همه این جمع تلاش بکنن که عزت و احترام و تقوا و شخصیت دامادا رو دوباره بهشون بر بگردیم و مستجاب و دعا بشن دامادای مجالس عروسی ما. خداوند گفته نفر دوم بر من واجبه از جوانی که میترسه در زنا و فحشا بیفته پناه میبره به ازدواج، یعنی پناه آورده به من. گفته من از فضل خودم اونو غنی میکنم، اگر فقیر باشه بی منت بندگان، از در غیب و از فضل خودم. و انکحوا الایام منکم و الصالحین من عبادکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله. اگر فقیر بودم من از فضل خودم اونها رو غنی می کنم، بی منت بندگانم. ولی آقا میخواد عروسیشو سالم برگزار بکنه، مثل این عروسی دوستا و رفقا و قابوکشاش و عموش و داییش میاد در گوشش، اگه تو پول نداری بخیل، ما خودمان خرج ارکست میدیم، ارکست تذیرهای با ما پول میدیم. این ملاها رو دعوت نکن که عروسی میشه ماتم، ولی ثابت کرده تو آخر الزمان که عروسی های اسلامی پرطرفدارترین عروسی ها تو جنوبه.